سلام و شب بخیر. امروز روز مهمی برای فوتبال ایران و تیم ایران تو مرحله یک چهارم نهایی برای صعود به نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا باید از سد ژاپن قدرتمند و پرمهره بگذره. تیم ایران که تا اینجای کار پرنوسان کار کرده، تو بازی قبلی خودش به سختی سوریه رو در ضربات پنالتی برد و به این دیدار رسید و تیم ژاپن توی بازی نسبتاً یک طرفه با نتیجه 3-1 از سد بحرین گذشت. یا آمار منفی که تیم ایران در تقابل با ژاپن توی جام ملت‌ها داره اینه که ما با ژاپن 4 بار بازی کردیم، 2 بار تو مرحله گروهی که نتیجه اون بازی‌ها 0-0 بوده و 2 بار هم تو مرحله حذفی که هر 2 بار رو باختیم و تا الان توی جام ملت‌ها به ژاپن گل نزدیم. ترکیب ایران رو میگم، بعدش بریم ببینیم میتونیم این تلسمو بشکنیم یا نه. برای تیم ایران که با ترکیب 4-2-3-1 به بازی اومده، علیرضا بیرانوند دروازه‌بان، محمد حسین کنانی‌زادگان، شجاع خلیل‌زاده، رامین رضاییان و میلاد محمدی در خط دفاع کار میکنن. امید ابراهیمی و سعید عزت‌الله در نقش هافبک دفاعی توپ میزنن و سامان قدوس، علیرضا جهانبخش و محمد محبی سه هافبک ما رو تشکیل میدن و سردار آزمون تک مهاجممون تو این بازیه. با شروع بازی ژاپنی‌ها توپ و میدون رو در اختیار گرفتن و تیم ایران سعی میکنه با استفاده از پاس‌های بلند و سریع ژاپنی‌ها رو غافلگیر کنه و خط هافبک این تیم رو از کار بندازه. اولین موقعیت جدی برای ایران تو دقیقه 13 اتفاق افتاد. پاس در عمق عزت‌اللهی و شوت فنی و تماشایی جهانبخش با اختلاف کم از روی دروازه ژاپن به بیرون رفت. دقیقه 17 دریبل سرپا و شوت زمینی عزت‌اللهی در اختیار سوزوکی دروازه‌بان ژاپن قرار گرفت. رو در رو همه چیز برابره. 6-6-6 حمله ژاپن خطرناک. فرصت داره ژاپن. ایران 0-1. دقیقه 28 هیدماسا موریتا. موریتا با نفوذ از سمت چپ زمین و 1-2 با آیاسه به راحتی از بین مدافران ایران که به هم ریخته بودن عبور کرد و شوت زمینیش و دفع اشتباه بیرانوند منجر به گل اول ژاپن شد. دقیقه 29 شوت پای چپ سردار آزمون که در موقعیت آفساید زده شد و مدافعان ژاپن دفع کردند. دقیقه 39 فرار عالی سامان قدوس پشت مدافع ژاپن و شوت روی پای او با کمترین فاصله از کنار تیرک عمودی دروازه ژاپن به بیرون رفت. گل‌های فوتبالی خودش رو بزنه سامان قدوس. دقیقه 42 سر توپ و ارسال خطرناک سامان قدوس از جناح چپ به مقابل تیر دوم نزدیک بود با ضربه آزمون تبدیل به گل بشه، ولی توپ با فاصله اندک از مقابل پای مهاجم ایران رد شد. خب نیمه اول با اینکه مالکیت توپ 70-30 به نفع ژاپن بود، اما تیم ایران چند تا حمله خطرناک و خوب کرد و باز هم روی یک اشتباه تو مرکز خط دفاعی گل رو دریافت کرد. امیدواریم تو نیمه دوم بتونن جبران کنن. بریم نیمه دوم رو ببینیم. دقیقه 50 سردار آزمون تو موقعیت آفساید صاحب یه موقعیت عالی شد که شوتشو تو فرصتی تک به تک سوزوکی دروازه‌بان ژاپن دفع کرد. بلافاصله بعد این موقعیت ارسال توپ از جناح چپ زمین محوطه جریمه ایران و ضربه سر شیرجه‌ای اوهدا نزدیک بود تبدیل به گل بشه که با خوششانسی بیرانوند از روی دروازه به بیرون رفت. اشتباه امید ابراهیمی تو دقیقه 53 ژاپن رو خیلی سریع صاحب موقعیت کرد که شوت کوبو و دقت لازم رو نداشت و از کنار دروازه به بیرون رفت. بر روی سر کوبو رد شد. جهانبخش دریبل عالی، پاس خوب، سردار میچرخه، پاس تو در، محبی گلش کن، گلش کن، گلش کن، گلش کن. ایران 1-1. دقیقه 55 محمد محبی پاس رو به جلوی رضاییان به پشت محوطه برای سردار رسید که این ستاره پس از چرخش یه پاس در عمق استثنایی به محمد محبی رسوند و این بازیکن با شوت زمینی دروازه ژاپن رو باز کرد. تو دقیقه 53 پاس پشت مدافعان امید ابراهیمی و سردار با یک فرار دیدنی و 2 سر توپ پیاپی و چشنواز تبدیل به گل کرد، اما آفساید میلیمتری مهاجم تیم ایران با وی آر اعلام شد. دقیقه 66 اشتباه مدافعان میتونست برای بار دوم کار دست تیم ایران بده که با خوششانسی توپ از پای مهاجم ژاپن جدا شد.
دقیقه 67 ارسال رضاییان از جناح راست به مقابله تیرک دوم و ضربه سر محمد محبی به تور کنار دروازه ژاپن برخورد کرد. دقیقه 68 پاس بلند عزت اللهی و قدوس تو موقعیت آفساید برای سردار کاش که شوت دیدنی این بازیکن هم سوزوکی دفع کرد. دقیقه 73 ارسال میلاد محمدی از سمت چپ و ضربه سر دیدنی آزمون با اختلاف کم از کنار تیرک دروازه ژاپن رد شد. دقیقه 84 سانتر جهانبخش و مدافعان ژاپن برگشت دادن که ضربه آکروباتیک سعید از پشت محوطه جریمه رو سوزوکی جمع کرد. دقیقه 87 رامین رضاییان با فرار سریع از سمت راست توپو به سردار رسوند که در این لحظه برخوردی بین سردار و گلر ژاپن شکل گرفت تا بازیکن‌های ایران نسبت به عدم اعلام پنالتی اعتراض کنند. تو دقیقه 93 یک اشتباه رو خط دفاعی ژاپن و رو بودن توپ توسط کنانی زادگان و تکل بد موقع مدافع ژاپن روی او و اعلام پنالتی برای ایران. پنالتی رو با هم ببینیم. پاراچینی حرکت میکنه، جهانبخش میزنه، جهانبخش ایران 2 ژاپن 1. دقیقه 96 علیرضا جهانبخش پنالتی به دست اومده رو جهانبخش با شوتی محکم و استثنایی دور از دستان سوزوکی که سمت راست رو نشونه رفته بود تبدیل به گل کرد. خب بازی تموم شد، ایران با نتیجه 2-1 ژاپن رو برد. برای اولین بار تو جام ملت‌ها به ژاپن گل زدیم، برای اولین بار بردیمشون و رفتیم برای نیمه نهایی. باید منتظر بمونیم امشب قطر و ازبکستان با هم بازی کنن تا حریفمون تو مرحله نیمه نهایی مشخص بشه. جدا از اینکه کدوم یکی از این دو تیم میان و حریف ایران تو نیمه نهایی میشن، چیزی که مسلمه اینه که اگه شجاع بازی کنیم میتونیم مقابل حریفا حرفی برای گفتن داشته باشیم. اینم بگم که بازی ایران و برنده قطر و ازبکستان تو نیمه نهایی 18 بهمن یعنی چهارشنبه ساعت 18:30 برگزار میشه. پس تا اون موقع و یه خلاصه بازی دیگه، خدا نگهدار.